شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. من هم به شما درود میگویم و ادامه کارهای سازنده فرهنگیتون و به ویژه فرهنگ سیاسیتون رو که دعوت برای جوانان ما و میهن ما سپاس می‌گویم. درود مجدد بر شما باد. جناب آزرم، باز هم در سالروزهای 14 اسفند، سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، این بزرگ انسان ایرانی، رهبر نهضت ملی هستیم. می‌خواستم لطف بفرمایید درباره این روز و اینکه این روز میتونه چه پیام‌هایی برای هممیهنان و به ویژه برای نسل جوونمون داشته باشه، با توجه به رخدادها و رویدادهایی که هم امروز هم شاهدشیم و باز بخشی از سروده هاتون در این باره. همینطور هم می‌خواستم در بخش از صحبت‌ها لطف کنید سروده بهمن رو هم یا چکامه بلند بهمن رو با صدای خودتون داشته باشیم برای جوانان، که اون هم همامروز صدای همه جامعه ایران و همه جوانان است. بله، با درود به روان مصدق، که اصلا خود مفهوم مصدق اگرچه تقریبا مربوط به تاریخ، اما تاریخا مربوط به تاریخ ایران نیست، یعنی هنوز به تاریخ نپیوسته، به خاطر اینکه مصدق گذشته است که در اکنون جاری است. همچنان که جنبش ملی که ادامه انقلاب مشروطیت، همچنان که چشماندازهای بنیادی انقلاب مشروطیت و تأکیدهای قانون اساسیش که میگوید در نخستین ماده های قانون اساسی داریم که اهالی ایران متساوی الحقوق هستند. بله. نگفته اهالی ایران در برابر قانون حق مساوی دارن. نخیر. حقوق اهالی ایران یکسان است. یعنی چه؟ یعنی همه اقوام ایرانی از زن و مرد، پارسی زبان و ترکی زبان و همه تیره‌های فراوانی که در میهنمون هست، به ویژه زنان ایران جز اهالی ایران هم دیگه. این نکته رو میخواهم بگویم که چرا مصدق و این آرمان ها هنوز زنده هم. بله. مادامی که یک جنبش ملی رخ میدهد، یک اندیشه سیاسی، یک اندیشه اجتماعی نخست از یک هسته کوچکی آغاز میشه، یک بنیانگذارانی داره، یک نظریه پردازی داره و بعد نظریه پرداز در یک جغرافیای محدود نخست دوستان و همدلان و همنظرانی میابه و اونگاه این اندیشه میارن توی عرصه عمومی. به میزانی که این اندیشه تاریخیت داشته باشه، یعنی جزء گفتمان روز باشه، یعنی اون اندیشه بیان دادخواست‌های ملی یک جامعه باشد، به همون نسبت هم جامعه رو درگیر میکنه. تاریخ ایران نشان میدهد که بعد از انقلاب مشروطیت هرگز و هیچگاه ما جنبشی به فراگیری جنبش ملی حاکمیت ملی و جنبش ملی شناسی صنعت نفت در زمان شاهزاده دکتر مصدق نداشتیم. تا انقلاب بهمن 57 که اون حدیث دیگر است و بایستی به لایه‌های مختلفش رسیدگی کرد، چون اون حدیث دیگه‌ایه. بله.
البته به همینجا باید گفت که اون نیز پیایندی در ادامه همون دادخواهی های تاریخی مردم ماست نسبت به حقوق خودشون. این که حالا چه حواملی موجود می شود که دستاوردهای انقلاب معکوس عمل کنه و چه اصلا نمیان، اونها همه مسائل ریزی هستن که باید رسیدگی بشه و می توان در یه فرصتی رسیدگی کرد. هم اکنون هم اگه بهش اشاره کردیم چندان بیراه نیست، چون هنوز از دستوی بهمن خیلی فاصله نگرفت. آمده طبیقا. در هر حال در هر جامعه‌ای نام عده‌ای از شخصیت‌ها هست که جزء فرهنگ ملی می شود. همچنان که ما هنرمندان شاعران بزرگی داریم که نام اینها و کار اینها جزء فرهنگ حافظه فرهنگی ما حافظه ادبی یک جامعه می شود. بخش درخشانی از فرهنگ ملی ما می شود. مثلا در جوامع شخصیت هایی هستن که این شخصیت ها به اعتبار کار بزرگی که کردن، یعنی به اعتبار اینکه همراه اینها و هم نام اینها مصادف شده و نقش اینها با یک فصل جدیدی در تاریخ و کشور، اینها در حافظه تاریخی اون جامعه نامشون ماندگار می شود و ضمناً به تاریخ هم می پیوندن. مثل بله. گاندی در هند، مثل بله. عبدالناصر در مصر، مثل دوگل در فرانسه، مثل ابراهام لینکن در آمریکا. و اما تفاوت مصدق با اینها، مصدق با این شخصیت هایی که به عنوان مثال نام بردن، از باب این که نقطه درخشانی در حافظه فرهنگ ملی ما هست، در حافظه سیاسی ما هست، در فرهنگ سیاسی ما هست، یک تفاوت هم ما دارد. هم گاندی، هم ناصر، هم دوگل، هم ابراهام لینکن و بسیاران دیگه، اینها به تاریخ پیوستند. یعنی احتراماتشون سر جاشون هست، به جاست و درسته و در حافظه مردم میهنشون و هم در بکاه در با یک کمرنگتر در حافظه جهانی وجود دارن. اما تفاوت کار مصدق این است که در حافظه ملی ما نه تنها که وجود داره، زنده است. یعنی امروز روز که ما داریم صحبت میکنیم مسئله امروزه. حالا میگویم چرا. بله. مصدق پیش از، یعنی تبارشناسی مصدق که بخواییم در تاریخ معاصر نزدیکمون جستجو کنیم، بعد به اصلاحات میرسیم و از اواخر دوره در حقیقت به یک کم گام عقبتر اگر بردیم از عباس میرزا شروع میشه. یعنی از پس از سیلیار محکمی که جامعه ما و دولت نالایق قاجاری سیلیار محکم دو قرارداد ترکمنچای و گلستان، دو قرارداد فراسوی ننگین و از دست دادن عمده ترین شهرهای شمال غربی کشور و راههای مهم ما به اروپا، این خوب بیداری رو ایجاد میکنه و میدانیم که نخستین دسته محصلین ایرانی داره فرا گرفتن برخی فنون به هزینه خود عباس میزن دیگه. شخصیت های نزدیک به عصر ما، خب قائم مقام داریم، امیر کبیر رو داریم که با جان و دل برای اصلاح کشور کوشیدن و برای ارتقای کشور. و یاد اون باشه که اگر امیر کبیر هیچ کدام از کارهای نکرده بود جز این که هیچ باجی به همسایه شمالی و جنوبی که ایران لقمه سفره خود میدانستن نداد، اگر هیچ کار نکرده بود جز نخستین آبلکوبی سراسری ایران برای که نامش در تاریخ ایران بمانه، امیر کبیر بس بود. بله. تا برسه به اون همه دارالفنون. بله. ماندگاران دارالفنون رو تأسیس کردن و دارالفنون به قیمت خونش هم به بهای خونش بود. خب
اما نه امیر کبیر، نه قائم مقام و نه امیر کبیر اینها نمیتونستن در جایگاه مصدق باشن، نه از بابی که به طور شخصی لیاقتهای کمتری داشته باشن، ابدا. به این معنا که هنوز جامعه ما دارای اتنسیون به قول فرنگی ها نشده بود، یعنی دولت ملت به وجود نیامده بود، یعنی ایران وارد دوران مدرنش نشده بود. ما با انقلاب مشروطیت هست که وارد دوران مدرن میشنیم و اتنسیون به قول فرنگی ها یا دولت ملت تشکیل میشود. دولت ملت یعنی چی؟ یعنی دولتی یا که ملت تعیین میکند از طریق انتخابات مستقیم و غیر مستقیم. بله. نکته مهم اینه که ما تا دوره انقلاب مشروطیت، خب ایران سرزمینی است که مقداری رعیت داره که رعیت ها مکلفن که مالیات بپردازن به خان، به حاکم، به سلطان یا خلیفه. هیچ جا در این تاریخ پیش از انقلاب مشروطیت چیزی به عنوان یک منشور ملی تصدیق شده، یک اتستاسیون، یک اساسنامه، یک کنستیتوسیون به قول فرانسوی ها یعنی قانون اساسی، قانون اساسی مردم به موجب این سند ملی دارای حقی باشه. بله. یک نکته بسیار ظریف این وسط هست، تفاوت بسیار بزرگی هست میان مردمی که اساساً و اصولاً حقوقی ندارن در اون محدوده جغرافیایی سیاسی که دارن زندگی میکنن به نام ایران یا هر جای دیگر، با مردمی که حقوقی رسماً دارن، انقلابی کردن، منتها این حقوق نادیده گرفته میشه. یعنی این مردم طلبکارن از حکومت. کی میتوانن طلبکار باشن؟ وقتی که به موجب قانون اساسی این مردم همچنان که اول گفتم اهالی ایران متساوی حقوق باشن و همه قدرت از ملت ناشی میشود. بله. از این واقعه که نمیشه گفتی. دقیقا. خب پس ما از انقلاب مشروطیت به این سوی رسماً مای مردم ایران، حتی از زن و مرد، همه باشندگان این سرزمین دارای حقوق مدنی شده ایم رسماً در قانون اساسی. این که حالا و به دلایل گوناگون اجتماعی که میشود به همه اینا رسیدگی کرد، اینکه این قانون اجرا نشده تفاوت داره با این قانون که ما اصلا حق نداشته باشیم. برای که جوانان میهن ما به ویژه قضیه برشون ملموستر باشه، من اینجوری یک مثال اینجوری میزنم. ملت ایران از زن و مرد در قانون اساسی انقلاب مشروطیت دارای حقوق شهروندی بود، با صراحت‌های دقیق که همه قوا ناشی از اراده ملت است. بله. با اینکه اهالی ایران متساوی حقوقن، یعنی این حقی نیست که مال این دین باشه مال اون که دیگه نباشه، مال این استان باشه مال اون کشور نباشه، مال لور باشه مال بلوچ نباشه، نه مال مردم در یک منطقه باشه مردم یا منطقه دیگه نباشه، یا باورهای مختلف نباشه یا باشه. بله. اهالی ایران یعنی باشندگان، مجموع باشندگانی که در این جغرافی های سیاسی با مرزهای معین شناخته شده به سر میبرن. همین. بله.